شیعیان افغانستان از منع ورود کتاب‌های فقه جعفری در این کشور و گردآوری این دست کتاب‌ها از کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و خصوصی توسط طالبان انتقاد می‌کنند. به گفته آنان، دسترسی به اطلاعات مذهبی حق هر شهروند است و طالبان با وضع محدودیت نسبت به ورود کتاب‌های فقه جعفری به افغانستان و منع تدریس فقه این مذهب در دانشگاه‌ها با آزادی مذهبی بی احترامی می‌کنند. با این حال، علمای شیعه انتقاد شهروندان نسبت به اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان را به جا می‌دانند و ابراز امیدواری می‌کنند که طالبان در سیاست‌های داخلی خود تغییراتی ایجاد کرده و به همه مذاهب احترام قائل شوند. این در حالی است که پیروان مذهب جعفری دومین گروه بزرگ مذهبی در افغانستان هستند. طالبان اما به شکل آشکار وجود تنوع مذهبی در این کشور را انکار می‌کنند. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی تحت کنترل طالبان، در آذر ماه سال گذشته هنگام سخنرانی در استان کنر گفت که در افغانستان هیچ مذهب دیگری به جز مذهب حنفی وجود ندارد. همچنین وزارت تحصیلات عالی تحت اداره این گروه در زمستان سال گذشته با انتشار دستور عملی به همه دانشگاه‌های خصوصی دستور داد تا کتابخانه‌های خود را از وجود کتاب‌های دارای اختلاف با فقه حنفی پاکسازی کنند. افزون بر این، تدریس متون دینی غیر از فقه حنفی در دانشگاه‌های دولتی نیز از سوی طالبان ممنوع شده است. همراه هستیم با آقای دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا. آقای دکتر افضلی سلام. یکی از سوالاتی که در این خصوص پرسیده میشه این است که چه راهکارهای داخلی و خارجی برای تن دادن طالبان به پذیرش رسمیت سایر ادیان و مذاهب به ویژه آزادی عمل برای شیعیان افغانستان وجود دارد؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، عرضم به حضور شما که گروه طالبان در واقع یک گروه بنیادگرای با اندیشه های ایدئولوژی سلفی است. اینها یکی از گروه ها و اقلیت هایی را که بر نمی تابند و در آینده نیز اقدامات شدیدتر را بر علیه اونها انجام خواهند داد، به لحاظ مذهبی جامعه تشیع هست و به لحاظ قومی مردم هداره هستند که اکثرا تابع فقه جعفری هستند. بنابراین این انتظار میره که در آینده محدودیت ها بیشتر بشه تا کمتر بشه. اما اینکه چه کاری بشه انجام داد، یک مورد این هست که باید جامعه تشیع همکاری خودش رو با طالبان باید قطع بکنن و آنچه که امروز طالبان از آن نگران هستند و بیشتر از هر چیزی طالبان را تهدید میکنه انزوا هست. در انزوای بین المللی قرار دارن و باید در انزوای داخلی نیز قرار بگیرن تا جامعه جهانی متوجه وقامت اوضاع بشن. از این جهت ما گاهی در خبرها می‌شنویم که جامعه تشیع، افرادی که به نمایندگی از جامعه تشیع تحت عنوان مجمع علمای تشیع و امثال اینها با طالبان نه تنها همکاری می‌کنند که در نشست‌های فرامرزی برای طالبان می‌بینیم که حتی تبلیغات می‌کنند و برای اینها به اصطلاح انگلیسی لابی‌گری می‌کنند. و ما شاهد بودیم که هرچه همکاری جامعه تشیع با گروه طالبان بیشتر شده است، این گروه محدودیت‌های بیشتر را بر جامعه تشیع وضع کرده است. بنابراین باید همکاری با این گروه را قطع بکنند، نه به منزله اینکه با اون وارد مخاصمه بشوند، حداقل نسبت به فعالیت‌های این گروه بی تفاوت باشند و وضعیت خونسا را در پیش بگیرند. از لحاظ وضعیت داخلی و به لحاظ بین المللی نیز باید لابی بیشتری با نهادهای بین المللی صورت بگیره تا فشار بیشتر و مضاعف را بر طالبان وارد بکنند، تا این حق طبیعی و اولیه شهروندان افغانستان که حق دارند که آزادی مذهبی داشته باشند و دسترسی به منابع مذهبی داشته باشند
در نظر گرفته شود. بسیار متشکرم از شما. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا با ما همراه بودند.